همکارم شهلا آراسته از کنگره با ماست. خانم آراسته، چه جزئیاتی از جلسه امروز دارین؟ جلسه امروز تحت عنوان توافق اتمی با ایران، به ایران نمیشه اعتماد کرد، آیا میشه تایید کرد وضعیت برنامه اتمی رو تشکیل شد و کارشناسان با توجه به تفاهم اخیر در مذاکرات اتمی با ایران، اینکه آینده توافق چگونه و میبینن و پیامدهای اون چه خواهد بود، چه انتظاری باید داشت صحبت کردن. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در آغاز بیانیه افتتاحیش با تکرار نگرانی‌هاش در مورد توافق و روند اون راجع به موضع کنگره صحبت کرد. مسئله بازرسی و تایید توافق نهایی توسط کنگره یک مسئله عمده است. آیا بازرسان هر زمان و به هر مکان دسترسی سریع و بدون مانع خواهند داشت؟ با چه کسانی می توانند مصاحبه کنند؟ آیا می توانند نمونه برداری کنند؟ همه این موضوعات عمده باید حل شود. آقای رویس تاکید کرد وقتی پای تایید و بازرسی در مذاکرات پیش میاد، آمریکا نباید عقب نشینی بکنه و ایران هم باید در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمیش شفاف سازی بکنه. استیون رادمیکر، یکی از کارشناسان پنل که مشاور امنیت ملی و همینطور معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی بود، امروز در این جلسه گفت این توافق به منزله پذیرش ایران به عنوان یک کشور اتمی است و بعد از پایان 10-12 سال دوره توافق در صورت کسب اون، ایران به اتمی شدن خیلی نزدیک میشه. این یک چرخش رادیکال دولت آمریکا در زمینه سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی است که در گذشته کلینتون و بوش و حتی خود اوباما تا چندی پیش دنبال کردند. آقای رادمیکر گفت با هر مقیاسی که به این توافق نگاه کنیم، یک عقب نشینی بزرگ برای آمریکا و یک پیروزی بزرگ برای ایران خواهد بود و بعد از 10 سال دوره توافق، اونها ایرانی‌ها به اون چه که میخوان خواهند رسید. یعنی به صحبت‌های کارشناس امنیت ملی آمریکا، اما درباره کارشناسان هسته‌ای که امروز در جلسه حضور داشتن، اونها چه گفتن؟ آقای دیوید آلبرایت کارشناس اتمی هم همین نظریات رو تایید کرد. Many of the key verification provisions remain unresolved. بسیاری از موارد عمده تایید برنامه اتمی ایران حل نشده باقی است. از جمله جزئیات این مسئله و اختلاف میان آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 و ایران، و مهمتر آنکه ایرانی‌ها خود را بی‌اعتنا نشان می‌دهند، در حالی که آمریکا موضع حل مشکلات را برگزیده که ما را در موضع ضعف و دفاعی قرار بده. این جلسه همزمان شده با افزایش انتقادها و از جانب جمهوری خواهان کنگره و همینطور دیروز بن کاردن سناتور ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنا گفت که سنا از این هفته کار برای بررسی و آماده کردن طرح ایران برای رای گیری در هفته آینده رو احتمالاً آغاز خواهد کرد. سناتور لینزی گراهام جمهوری خواه در ارتباط با انتقاداتش از مذاکرات گفت که باید در مذاکرات یک مسائل اصولی، شرایط اصولی مطرح بشه، یکیش مسئله حمایت ایران از تروریسم، دیگری مسئله بازرسی هاست که باید به هر مکان و هر محلی در هر زمان بدون سرزده باید دسترسی داشته باشند بازرس ها، و همینطور مسئله تحریم ها رو گفت که باید این تحریم ها مرحله به مرحله و پس از انجام تعهدات از سوی ایران لغو یا تسهیل و یا تعلیق بشه. سناتور مارکو روبیو و مارک کیک، دو سناتور جمهوری خواه، هم این هفته مسئله زندانیان آمریکایی رو در ایران در نامه به جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کردن. 19 سناتور آمریکایی دیگر هم از این نامه و این موضع دفاع کردن و گفتن که باید این مسئله جز شرایط در مذاکرات اتمی مطرح بشه با ایران.